خب به نام خدا، ما در جلسه چهارم درس ریاضی دو شیمی هستیم. در جلسات گذشته نسیم فضای آرسه بعضی از اشکال خاص مثل در واقع خطها و صفحه ها رو بررسی کردیم، فاصله‌هاشون رو مشخص کردیم. در تقسیم بندی که انجام دادیم گفتیم صفحه ها فرم های درجه یک هستند، در فرم های درجه دوم که در واقع شکل سهمی و مقاطع محدودی اتفاق میفته برای ریاضی یک همون فضای R2، اینجا به استوانه ها و گویه های درجه دوم اشاره میکنیم. یادمون نره که صفحه های خمیده رو در فضا بهش میگیم رویه یا سرفیس به ترجمه مستقیمش هستش. خب بعد از معرفی خط و صفحه ما باید به دو شیء در واقع کلاسیک و خیلی مقدماتی خیلی هم مهم در فضای آرسه نگاه کنیم و بعدا به توابع کلی خواهیم پرداخت. قسمت اول سیلندرها هستن یا استوانه ها. برخلاف تصوری که ما همیشه فکر میکنیم اشکال لوله شیء در واقع استوانه هستن و قطعا حالا به هر قسمتی که مثلا در هر جهتی باشن، استوانه یک شکل معنی کلی تری داره. لطفا توجه کنید اگر شما یک خم رو توی صفحه، یک خم مسطح در نظر بگیرید، مثلا یک صفحه به این فرمت یا به این فرمت یک خم رو اختیار کنید، حالا خطهایی خط ثابت هم در نظر بگیرید، تمام خطهایی که به موازات این خط ثابت از روی خم عبور میکنن هر شکلی تشکیل بده بهش میگن استوانه. پس مجموع خطهای موازی یک خط ثابت از روی یک خم مسطح عبور میکنن. بسیدار خم مسطح چی باشه؟ به عنوان مثال اگه شما یک خم مسطح دارید، مثلا یه دونه خط باشه، یه خط در نظر بگیرید، من اینجا یه خط اختیار کنم شما ببینید، اگه این خط به این فرمت در نظر بگیرید، من یه خط هم به این فرمت اختیار کنم، همه خطوطی که از روی اون عبور میکنه به موازات این تشکیل یه صفحه این فرمی خواهد داد. برای این صفحه ها میتونن به شکل بسی استوانه باشن. حالا اگر این به شکل دیگری باشن، مثلا به شکل سینوسی اتفاق بیفته، مثلا این فرمی، شما تمام خطوطی که موازی عبور میکنه از روی این در واقع یک این شکلی به وجود خواهد آورد. مثلا کرکره‌های قدیمیه درهای مثلا مغازه ها، شما که لب اولیش رو نگاه کنید یه شکل در واقع خمانند سینوسی وجود داره، ولی کلن بهش بودن کرگره مخانی همین بود که این موج حالت روش اتفاق می افته. اون خود صفحه که شکل موجی هستش در واقع کرگره اینطور یه استوانه باشه. پس در واقع شکل استوانه ها به خم مولدشون ربط داره، یه خم مولد، یه خم مسطح، یه خطی که به موازات اون خط از روی اون خمه عبور میکنه. در نهایت بخوام استوانه رو تعریف کنم، مکان هندسی همه خطهای موازی یک خط داده شده باشن که از یک خمه مسطح عبور میکنن. و هم بحث قبلون، مثلا شما قبلا میگفتید که مثلا استوانه فرض کنیم یه شکل لوله ماننده، حالا شما تو فضای آرسه، حالا تو فضای آرسه ما به دایره x2 به اضافه y2 مساوی با 1 نگاه کنید. این در صفحه x1 شما یه دایره خواهید داشت. ارتفاع این دایره در واقع تو در واقع صفحه z مساوی با 0 باشه. اگه من این دایره رو مثلا در نظر بگیرم به این صورت، دایره مثلا مورد نظرمون باشه، خب اون خط ثابت هم میشه اون خم، هم مسطح، اون خط مورد نظر بگیریم خط کا زد، محور زد ها، محور زد ها، این خط. حالا همه این خط هایی که به موازات محور زد از رو خم عبور میکنن به شما لحاظ کنید، به این صورت در نظر بگیرید، این همون در موقع استوانه که شما در نظر گرفتید که به شده بگیرید. یعنی مقطعتون وقتی وقت قرار بگیری یه دایره باشه، یه رین باشه، یه حلقه باشه، میشه یک لوله عمودی. اگر این دایره اینجا باشه، یعنی باشه x2 به اضافه z2 مساوی با 1، x2 به اضافه z2 مساوی با 1، در واقع این فرمی میشه. این لوله تو به این فرم اتفاق میفته، لوله مورد نظر.
در واسطه محور وای پای اتفاق میفته. اگر دایره در واقع x2 به y2 به اضافه z2 مساوی با یک باشه، این دفعه دایره اینجا اتفاق میفته و در این راستا مثلا اون استوانه رو خواهیم. این بخش اول. حالا من یه مثال دیگه بزنم که مثلا حالت کلاسیکی تو ذهنمون هست اون نشه. شما نمودار z مساوی x2 رو در نظر بگیریم. خب این صفحه محور z ها محور x ها، این صفحه xz اگه اختیار کنید شما، صفحه xz یعنی y برابر با صفر هست، نمودار قرمز رنگ رو نگاه کنید، این نمودار z مساوی با x2. خب حالا محور هم بگید، محور رو هم بگید خط سار، پس این میشه منحنی مولد، این میشه خط ثابت داده شده. همین خطهایی که به موازات محور وای ها از روی خم عبور میکنن، اگه شما لحاظ کنید یک شکل ناودان مانند به شما خواهد داد، به این شکل، این شکل شما خواهد داد. در دقت کنید این همون خم مسطح هست که مولدات را اینجا اختیارش کردن با قرمز رنگ که لحاظ کنید اینجا اتفاق میفته. خب و بعد موازات محور وای ها میشه یه ناودان. اگه این بسته بود که این یک شد در واقع یه میلیون مانند این هر دو، پس همواره سیلندرها دو تا بخش اصلی دارن، یک خم مولد، دو یک خط ثابت. به کمک که در واقع این دو پارامتر میشه به اون تعریف کرایه دادیم استوانه ها رو تشکیل داد. این قسمت اول. قسمت دوم به عنوان رویه های درجه دوم اشاره میکنن. رویه درجه دوم یا کوادرات سرفیسز ها خیلی قشنگ تعمیم همون تعمیم فضایی مقاطع مخروطی هستن. در مقاطع مخروطی شما با سه دسته شکل آشنا میشدید، یکی در واقع بیزی، یکی سهمی، یکی هم مزدوری که ارتباط قبلی هم باش داریم و افرادتون کافی هم مطالعهش کردیم. خب اولا در وقتی میگن درجه دوم و درجه اول تو بخش خلال صرفه ها هم عرض کردم بکنم، ما متقل x و y و z رو داریم، یک معادله باید تشکیل میدیم میشود f x y z مساوی با صفر، به امیدی که یکی از متغیرها بر حسب دو متغیر دیگه به دست بیاد. یعنی چه اتفاق میفته؟ درجه آزادی از سه برسه به دو، یعنی با دو تا پارامتر وارد کردن پارامتر سوم محاسبه بشه. مثالی هم داشتیم مثل صفحه، مثل خط، مثل همون سیلندر که گفتیم این حرف. اما فرم درجه از متغیر x و y و z وقتی میگن شکل درجه یک یا درجه اول، یعنی ax به اضافه by به اضافه cz به اضافه d مساوی بشه، از یک شروع میشه به درجه صفر خلق میشه. وقتی میگن شکل درجه دوم به درجه دو، از درجه دو شروع میشه، ax دو به اضافه by دو به اضافه cz دو، بعد درجه یک میشه dx به اضافه ey به اضافه fz به اضافه، بعد درجه چی به وجود میاد؟ درجه اول رو بعد درجه بعد بخش مزد بخواه من درجه دو ها تکمیل نشدن هنوز، درجه دو میشه مثلا دی ایکس وای به اضافه ای ایکس زد به اضافه اف وای زد، این هم درجه دو هم دیگه، همین پر درجه دو هم طرفه درجه در هم در بشن درجه دو به وجود میاد. و قسمت بعدی درجه یک ها به وجود میاد، میشه جی ایکس به اضافه جی ایکس به اضافه اچ وای به اضافه آی زد به اضافه جی مساوی با صفر. حالا توجه به درجه سه چه اتفاق از سه شروع میشه تا صفر، قطعا حالت مختلف به لحاظ میشه. بنابراین به این میگیم شکل درجه اول درجه دو. ما در فضای آر دو اگه یادتون باشه دوستان، اگه یک متغیر در نظر میگرفتیم و دو متغیر، حالا یک متغیر بخوایم بگیم، یک متغیر رو خواستیم بگیم، خب آیکس
میشد تجربه میشد درجه های اول که میشد یه نقطه مثلا آیکس مساوی با بی درسته؟ آیکس به اضافه بی مساوی با سه میشد یه نقطه معادله های مرتبه اول معادله های مرتبه دوم آیکس دو به اضافه بی ایکس به اضافه سی مساوی با سه که بیشتر از این ادامه نمیدادیم یک متغیر دو متغیره اگه در فضای آردو نگاه میکردیم در این اول رو شده آیکس به اضافه بی وای به اضافه سی مساوی با سه درجه دوم ماش میشدن چی؟ میشد آیکس دو به اضافه بی وای دو به اضافه سی ایکس وای به اضافه دی ایکس به اضافه ای وای به اضافه اف مساوی با چند صفر اینا نقاط مخروطی میدن که به شما میگفت بیزیه، سهمیه یا حضوری یا این هم بستگی داشت به علامتهایی که اتفاق میفته حالا میگیم سه متغیر داریم نگاه میکنیم تو فضای آرسه تو فضای آرسه سه متغیر x و y و z شکل درجه اول اینه شکل درجه دوم اینا معادلات جبریه لطفا توجه کنید بیدا میگن معادلات جبری یا شکلهای جبری معادله های جبری اگه یادتون باشه هر کدوم یه اسم هم داره از نظر هندسی یک پوینت یه نقطه هست اینجا دو تا نقطه اتفاق میفته یعنی برابر مجموع جوابهای اینها رو بخوایم نگاه کنیم یه نقطه دو نقطه اتفاق میفته تو فضای آر هستیم اشکال در حال آر چی هستن توی آر ما فقط میتونیم نقاط رو مطالعه کنیم بیزه پس یک نقطه دو نقطه اتفاق میفته در فضای آر که صفحه هستش به این فرمت نگاه میکردیم اینا تشکیل خط میدادن اینا تشکیل خطهای خمیده خاصی میدادن مثلا به این فرمت یا به این فرمت سهمی یا به این فرمت حضوری میشدن پس در فضای آردو از جنس خط یا چی بودیم؟ یا خمها خمها که بهش مقاطع مخروطی میگفتیم در فضای آرسه قطعا از جنس چی باید بشن؟ صفحه اینا صفحه هم اسمشون؟ صفحه اینا این گفتیم رویه اینا خط اینا خم اینا هم نقطه پس ببینید به راحتی بجنید یه مقایسه یا یه تعامل هندسی جبری ایجاد کنیم خب الان ما این قسمت هستیم بعد از معرفی سیلنت ها خط و صفحه ها مشخص کردیم خیلی دوم چیه رویه های درجه دوم این فرم درجه دوم یا معادله درجه دومه سه متغیر است معادله درجه دوم سه متغیره این اسم جبریشه از مشخصه شکل این چون از جنس صفحه خمیده است میشه سرفیس یا همون رویه که اشاره میکنن رویه پس این اسم هندسیش میشه این اسم جبری بخیر راجع به این صحبت کنم قطعا پیچیدگی خاص خودش خواهد داشت چون حالات دو متغیرش هم کلی بحث داشتیم کلی گرفتاری داشتیم حالا در حال سه متغیر قطعا ما با مشکل بیشتری مواجه خواهیم اما گام اول به کمک تجانس یا انتقال و دوران که دو تا از مفاهیم بسیار مهم در فضای برداری هستش ما میتونیم دستگاه مختصات سه‌بعدی x y z رو ببرید دوران بدیم به دستگاه جدیدی معرفی کنیم به نام مثلا x بزرگ y بزرگ z بزرغ مهم نیست میشه در تغییر پیدا کنیم حرفا هم محل هم در واقع جای محور اول بشه این کار که تو عمل دو تا اتفاق باش میفته یکی دوران هستش یکی انتقال هستش اتفاق و با ماتریس هم شما بررسی میکردیم بهش میگفتیم ماتریس دوران انتقال مختصات جدید x y z به کمک ماتریس این در x y z به دست میاد اگر جزئیات بیشتری بخوایم بعدا اشاره کنیم بهش اگه این کار انجام بدیم یک مفکار جبری اتفاق بیفته اینجا که کار هندسی انتقال و دوران انجام بدیم شکل درجه دوم میتونه جوری بشه که ضریب دی ای اف و اینا صفر بشه در حالش بنابراین بسیار از این کار جمله از این بره و دو قسمت استاندار در ما به وجود بیاد اینی که اشاره میکنم میشه شکل معادله استاندارد رویه های درجه دوم یعنی به کمک انتقال و دوران
میتونیم این دو شکل رو برای فرم های درجه دو مشخص کنیم. ax2 به اضافه by2 به اضافه cz2 به علاوه d مساوی با 0، یا بگیم ax2 به اضافه by2 به اضافه cz، اگر دقیق‌تر بنویسم بله ax2 by2 cz2 به اضافه j مساوی با 0. بله قسمت بعدی ax2 به اضافه by2 به اضافه cz مساوی با 0. دو شکل استاندارد، یعنی ما چکار کنیم؟ انتقال رو دوران بیدیم، کل فرمول ما که در این قسمت هست به این دو حالت استاندارد تبدیل میشه که به مراتب آسان‌تر از حالت اول هست برای رسمش و برای مطالعه. این نکته رو حتما توجه داشته باشیم به این قسمت. ما از این رو قسمت بیشتر توجه میکنیم، با این قسمت بیشتر کار میکنیم. خب بعد از بررسی و مطالعه شکل مبادیری که روی ABCD بذاریم و مطالعهش کنید، شکل‌های متفاوتی به وجود میاد. مثلا بکنید آ رو بگیریم یک، بیو بگیریم یک دوم، سی رو بگیریم مثلا دو، بیا بگیریم منهای یک، میشه چند؟ میشه ایکس دو دوم به اضافه وای دو به اضافه مثلا زد دو سوم منهای مثلا چهار مساوی با سه. اگر این برای اون طرف مساوی با چهار میشه باید. این یک بیزی هستش، بیزیگون حالتی در واسه متغیر روی است در واقع، که مقاطعش با صفحه های مختلف به شما بیزی خواهد داد. اصطلاحا به اینو میگن بیزیگون ها، مانند بیزی ها، بیزیگون. اگر شما مقطعی رو مثلا با وای مساوی با صفر صفحه وای مساوی برش بدید، مقطعش میشه x2 دوم به اضافه z2 سوم مساوی با شده یه بیزی. اگر با z مساوی با صفر برشش بدید به همون صورت، اگر با x مساوی با صفر، پس بنابراین مقاطعش اینا چی هستن؟ بهش بیزی هستش، به اینا میگن بیزی بود. پس بنابراین اگر a, b, c مثبت باشن و d منفی، شکل دسته اولی از شکل ها به دست میاد به نام بیزی بود ها. اولی دسته ای که اینها مطالعه میکنیم به نام الیپسوید. خب اینها در واقع دسته اولی هستن که مطالعه میکنیم. بیزیگون ها مقاطع صفحه با رویمون بیزی تشکیل داد. یه نمونه رسم کنیم، مثلا همین شکلی که میخوایم در نظر بگیریم برای رسم این قسمت، اگه خود نگاه کنیم باز من یه دستگاه سه‌بعدی اختیار میکنم. خب اینجا اگر x و y x و z رو صفر بدید، وای میشه مثبت منفی دو، حتی اکثر وای به اندازه دو واحد و منهای دو واحد مثلا ظاهر میشه. بعد اگر x و y رو برابر صفر بدیم، مثبت منفی منفی مثلا z میشه دو بر رادیکال سه. خب ما دو در نظر بگیریم، مواد تغییری مثلا z هستش. و اگر x رو مساوی با z مساوی با صفر قرار بدیم، x میشه در واقع 8 دو رادیکال. پس من دیگری رو دارم بین دیگری رو داریم بین منهای دو و دو، x رو داریم بین منهای دو رادیکال دو و دو رادیکال دو، و z رو داریم بین منفی دو بر رادیکال سه تا دو بر رادیکال سه. اگه این تقسیم بندی رو انجام بدیم، پس من x زدم، x هم لحاظ کنم، از همه بیشتر 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 کنم. کوری که ما یه بیزی در واقع به وجود رو خواهد اومد که حالا برای این سال اگر نگاه کنیم مماتون اختیار کنیم، یه بیزی این فرمی، البته من زدم از اون مقدار نوت خارج بشه. خب طبقه کشیدن دستی نوتار تو فضای سه بودی مشکل داریم. این مقاطع ما غالبا تو هر قسمت که اختیار میکنیم بیزی هست اتفاق میکنیم، بنابراین فقط از این لحاظ که مقاطع تبدیل شده به بیزی، کلمه بیزی و الیپسوید بهش گفته میشه که اولین دسته از رویه های درجه دوم هستش. دومین حالتی که در نظر بگیریم
شما فرض کنید توی حالت اتفاق افتاده، درسته؟ آوبی مثبتن، آوبی مثبته و سی مثلا منفیه. ما به عبارت این فرمی رسیم، پس یک سی مثبت باشه، زد به صورت مثلا در بیاد آیکس تو به اضافه بی وای دو. از حالت دوم استفاده کردم، زد بشه چی؟ آیکس تو به اضافه بی. حالا فرسی هم تقسیم میکنیم، مثلا بگیم آیکس به اضافه بی، اینجوری شده این فرمی دستیم. اینو بهش میگیم سهمیگون. سهمیگون سهمیگون که مشخصه، ما سهمیگون اونجا هم وای مساوی با ایکس دو بودن دیگه، ایکس مساوی با وای دو ها در حالت آر دو بشیم گفتیم سهمیگون. اما مقطع این ها با هم متفاوته. اولا مثلا اگه شما بیا وای رو صفر بدی میشه زد مساوی با ایکس دو سهمیگون، ایکس رو صفر بدی زد مساوی با وای دو باز این هم یه سهمیگون. پس اینا به این معنی بهش میگن سهمیگون، چون مقاطعش با دستگاه با محورها تشکیل سهمی. اما برابر مقاطع علامت‌های آ و بی شکل‌های متفاوتی به خودش می‌گیره. حالت اول توی این قسمت اگر آ و بی مثبت باشن، خب نتیجه که خواهیم گرفت اگر آ و بی مثبت باشن، شکلی که اتفاق می‌افته یه دیزیگون هستش. مقاطعی که با صفحه زد مساوی با کامله که من زد رو مساوی با کا در نظر بگیرم، یا مثلا عددی مثل لاندا در نظر بگیرم، میشه لاندا مساوی آیکس دو به اضافه بی وای دو. اینا تشکیل بیزی خواهد بود. تقسیم به لاندا کنید، بعد تقسیم به آبی انجام بدید، مختصات جدید اختیار کنید، میشه یک بیزی. پس میگن سهمیگون بیزبی. حالت اول سهمیگون بیزبی، این در واقع یه دسته از سهمی است. دسته دومی که مطالعه میکنیم اگر آبادی مختلف علامت مختلف باشه، مثلا زد مساوی با آیکس دو منهای بی وای دو باشه، به این شکل اتفاق بیفته. اینا میشن سهمیگونه حضوری، شده که من زد برابر لاندا قرار بدم با یه حضوری مواجه میشن، به اینا میگن سهمیگونه حضوری. خب یه نمونه از اینا ما لحظه میکنیم که به چه صورت سهمی ها رو وجود میاد. حالت خیلی سادهش از قسمت اول اگه بخواهیم لحاظ کنیم، مثلا زد مساوی ایکس دو به اضافه وای دو، زد مساوی ایکس دو به اضافه وای دو، یعنی در اینجا سی هست منهای یه، آوبی هم برابر با یکه. به راحت شما میبینید که در سمت راست این معادله یک بیزی هستش، و ما دایره ها رو اگر قطعاشون با هم برابر باشیم میگیم بیزی ها، که دایره قطعاشون با هم برابر باشیم چه دایره دیگه. یه سهمیگون بیزنی هست که خیلی بخواهیم رسمش کنیم معادله رو، در واقع توی این قسمت وای ایکس زد نحوه قرار گرفتن محورها دست خودتون ها، بنابراین نسبت محورها توجه کنید شکل چطور میشه. اگه من بیام دوباره به زد معادل مختلف بدم، زد مساوی با صفر بگیرم، زد مساوی با یک بگیرم، زد مساوی با دو بگیرم، و میدید که زد حتما بزنم مساوی صفر بشه، اون رو منفی نمیشه. از در زد مساوی با صفر یه دایره دو وجود میاد، زد مساوی با صفر بگیرم بخش ایکس دو اضافه وای دو میشه صفر، دایره مرکب وقت به شعاع صفر هم میشه همون نقطه مبدا یه نقطه میشه. همچنین که ارتفاع میگیرم زد مساوی با یک، ایکس دو به اضافه وای دو مساوی با یک ظاهر میشه، اینجا ایکس دو به اضافه وای دو مساوی با دو ظاهر میشه. یعنی همچنین که دارم ارتفاع میگیرم در هر لول، در هر سطحی، یعنی هر سطحی که اختیار میکنم یه دایره رخ میده. جالبه وقتی که بالاتر میریم شاید دایره ها بزرگ باشن، و اگه اینا رو کامل وصلشون کنیم و این دایره ها رو در نظر بگیریم، این حرفا یک در واقع سهمی هست که شما میبینید اتفاق میفته. اگر با محورها قطعش بدیم، ایکس رو صفر بدم زد مساوی وای دو، ایگرگ رو صفر بدم زد مساوی با ایکس دو، یعنی یکیش این هستش که در سطح ایکس و زد اتفاق میفته، یکم از اینجا ظاهر میشه به این صورت. اگر از بالاتر بخواییم نگاه کنیم اینجوری اینجوری، یکم سطحی مثلا وایزیده. پس یک پارچ رو بالا سهمیگون هستش، به این سهمیه مثال سهمیگون بیضوی یا دایروی، سهمیگون بیضوی هستش.
اما آخرین دسته ای که ما بهش نگاه خواهیم کرد سهمیگون حوزه‌بیگون هستش. نه باشید حوزه‌بیگون ها هستش. من یه مثال سهمیگون در واقع حوزه‌بیگون هم مثل زد مساوی با من از این مثال هم یه ارائه بدم مثل زد مساوی با x2 منهای y. این شکل خیلی مهمی هم هست از لحاظ رویه ها چون یک نقطه‌ای به وجود میاد در این شکل که در واقع اون نقطه تا حالا تو کاراکتر مسطح به وجود نمیاد. نقاطی هستن که در روی شکل هم مینیمومن از یک نگاه هم ماکسیمومن از این نگاه دیگه. مثل در واقع زینه هست که نگاه کنید در زینه هست شما جایی که مثلا میخواید بشین در واقع پا قرار بگیره به این فرمت و جایی که شما خودتون میخواید توش نگاه کنید به این فرمت، یعنی شما در واقع اینجوری حالتی هستید. اینجا رو گرده هست میشینه میشه ماکسیموم. اینجا که میخواد بدن روش قرار بگیره برای تعادل بیشتر این قسمت میشه نقطه مینیموم. بنابراین همون نقطه‌ای که برای این حالت ماکسیمومه برای این حالت چی مینیمومه حالا میشه نقطه زینی هم میگن نقاط زینی که بعداً باش صحبت میکنیم. نقاط زینی که در واقع همون مثل زینه اصلا هم هست به روی صحبت میکنیم. اگه این هم بخواییم بخواست کنیم برای در واقع کشیدن این قسمت چون رو کنید برای رسم این قسمت ها من یک خمهای رو در واقع با مقتعگی به وجود میرم میکشم بس چه در نظر میرم بیدم میگم منحنی های تراز. منحنی های تراز یعنی شما مثلا زد مثبت رو تراز بندی میکنیم مقطعی تراز زد مساوی با صفر با این شکل میشه. این مقطع منحرف سطحی زد مساوی با یک میشه این میشه منحنی تراز. اینا میشه میگن منحنی در ترازهای مختلف که مثلا چرا مشخصا دایره هایی هستن که تو همون قسمت قرار میگیرن. منحنی های تراز تو شکل های چند متغیره رسمشون خیلی ما رو کمک میکنه. اگر همین معادلش رو نگاه کنید اگر شما برای z مساوی y مساوی با 0 بدید y مساوی با 0 بدید یه منحنی تراز z مساوی با x2 به دست میارید. اگر شما x مساوی با 0 بدید یه منحنی z مساوی با منفی وارد رو به دست میارید. خب در صفحه z مساوی با x2 اگر شما نگاه کنید مثلا z مساوی با x2 اگر ما لحاظ کنیم اون پشت در واقع خب هست یه سهمی و بعد z مساوی با چی؟ z مساوی با y2 این سطح x هستش مثلا من در نظر میگیرم. اگه باز ما در فضای سه‌بعدی بخوایم به مطلب نگاه کنیم به این صورت یه بُعد اینجا بدم اینم یک در واقع محور شما مثلا میگید این x x y z در سطح x z شما یه نمودار دارید این هستش این z مساوی با x2 درسته؟ در صفحه حالا yz وقتی میگی z مساوی با منهای y2 این z این هم باید این صفحه تو این دیوار تو این دیوار اگه z مساوی با y2 رست بید این فرمی یکی طرف روی طرف و این طرف در واقع به این صفحه لحاظ میشه. خب پس برای دونم اگر فکر دارید که خشون جنه میکشیدن اینو باتیشو کنی شکله خب اینو نگاه کنید. خب این در واقع همون در واقع زد مساوی با منفی و وای دوه اینم زد مساوی با ایکس دوه. حالا در قسمت های مختلف دیگیم چی اتفاقات بیفته حالا ایکس برابر یک بدید ببینید وقتی من ایکس میدم یک دوباره اینجا x مساوی با 0 بود اتفاق افتاد x میدن یک دوباره خمیگه اینجا به وجود میاد دوباره خمیگه اینجا به وجود میاد درسته؟ این همون در واقع حالت گودی کمر گودی هستش که روی کمر اسب قرار میگیره و بعد در قسمت دوم شما مثلا 0 رو میدید چند y رو میدید 0 این نمودار وجود داره y میدید 1 اینجا یکی به وجود میاد به این صورت که همون قسمت قبلن دیده بودیم یه در واقع شکل این فرمی اینجا به وجود میاد توی بالا تو قسمت پایین به همین صورت در واقع یک شکلی به وجود میاد که اساس شکل رو که
من کشیدم خب واقعی قشنگ متوجه شدید شکل اصلی در واقع این هستش که شما میبینید توی تصویر به طور کامل. این نقطه‌ای که گفتم خدمتتون از یه جهت مینیمومه، از پایین نگاه میکنید ماکسیمومه، به نقطه زینی معروفه. پس شکل در واقع سهمیگونه حضوروی به این فرمت اتفاق میفته. این هم سهمیگونه در واقع بیضوی هست که یک پارچه اتفاق افتاده. اما در آخرین بخشی که ما راجع به رویاهای درجه دوم استاندارد صحبت میکنیم، در واقع حضوروی ها هستند که راجع بهشون اشاره خواهیم کرد. خب فرم حضوروی ها این هم باز دو قسمت در نظر گرفته میشه واسه شون برای حضوروی گروه ها. یکی حالت در واقع پس اینجا دو حالت میگرفتیم، Z مساوی با Z بر C مساوی با X2 بر A2 به اضافه Y2 بر B2. یک بار هم میتونیم اینجور بگیریم Z بر C مساوی است با X2 بر A2 نهای Y2 بر B2. سهمیگون بیضوی، سهمیگون حضوروی. قسمت اول هم که مشخص شد به چه صورت بیضوی ها، این هم که به صورت X2 بر A2 به اضافه Y2 بر B2 به اضافه Z2 بر C2 مساوی با یک اتفاق میفته. بیضوی ها و سهمیگون ها هم که درست هایی. در بخش سوم که راجع به حضوروی میخواییم صحبت کنیم، زمانی که اینجا علامت متفاوت، علامت های متفاوت در حوز Z داریم، یه حالتش میشه X2 بر A2 به علاوه Y2 بر B2 منهای Z2 بر C2 مساوی با یه. حالت دیگرش در واقع میشه X2 بر A2 به اضافه Y2 بر B2 منهای Z2 بر C2 مساوی با منهای. دو حالت دیگه هم یه اختیار میشه بر اساس علامت زد رو بهش انتخاب میکنید. علامت زد رو میتونه مثبت باشه، میتونه مثبت باشه یا منفی که در نظر میگیریم. مقدار دیگه که اختیار میکنید این تا پارا در دو شکل کلی در نظر گرفت میشه. اینجوری که بهش میگن حضوروی گون. خب اینا مشخصا در واقع چون مقاطعشون شکل حضوروی رو به شما خواهد داد، در واقع دیگران میگن چی؟ حضوروی گون یا رویاهایی که مقاطع حضوروی در X و یه مثال از اینها رو بخواید رسم کنید، یکیش مثلا X2 بر 4 به اضافه Y2 منهای Z2 بر 4 مساوی با یک. به معادلات که نگاه کنید توان همه بشون توان 2، توان 1 نداریم. پس از شکل این اگه همه ظریف ها مثبت بودن میشد بیزی، چون یکیش منفی بیزی نیست، پس شکل چی حضوروی گون هستش. برای رسمش مثلا دقت کنید اینجا شما زد رو صفر بدید، اگه زد رو برابر با صفر قرار بدید، x2 به اضافه y2 x2 بر 4 به اضافه y2 مساوی با چند میشه؟ میشه یک بیزی در سطح زد مساوی با صفر دارد. یک بیزی که اونو رسمش خوب خیلی مشکل خاصی نداری. مقدار ایکسش به این منهای دو دو حرکت میکنه، مقدار وایش به این چند؟ به این یک و منهای. پس این به این یک و منهای بیرم به این دو چند؟ منهای دو حرکت میکنه. این قسمت اول شکلمون. اما زمانی که ایکس رو صفر میدیم یا وای رو صفر میدیم، مثلا ایکس رو من صفر بدم در واقع یه حالت، بعد باید x رو مساوی با صفر قرار بدیم میشیم y2 منهای z2 4 رو مساوی با چند. فقط دقت کنیم x از این بیشتر نمیتونه حرکت کنه. این ماکسیموم مقداری که مینیموم مقداری که x2 رو من به مادره که من مجدد میمیسم چه x2 4 رو به اضافه y2 مساوی است با 1 به اضافه z2 چند رو 4. دوستان بدونم که این مقدار مثبته همواره از یک بالاتر میشه. پس ما
تو خارج x2 به x2 چهارم به اضافه y2 قرار داریم. یعنی اصلا توی شکل ما توی این استوار قرار نخواهد گرفت. اینجا ما اصلا نقطه‌ای نداریم. خارجه. اما وقتی که به رسم بعد قسمت بعدیش نگاه میکنید، یعنی شما عبارت x وقتی که y رو برابر صفر x رو برابر صفر قرار میدید، دو دسته شکل دیگه وجود میاد. y مساوی با صفر میشه x دو چهارم منهای z دو چهارم مساوی با چند دیگه. اینا هر جفتش حضوریایی هستن که تو کجا قرار میگیرن؟ تو صفحه های مختلف x y قرار میگیرن. تو صفحه x z و y z رو قرار میگیرن. حالا اگر من یک شروع مثلا لحاظ کنم برای اون قسمت که در نظر میگیریم، مثلا همین عبارت x2 بر 4 منهای z2 بر 4 مساوی با اینجا، اگر شما x2 بر 4 z2 بر 4 مساوی با یک رو اختیار کنیم، در صفحه x و y z شما دو تا در واقع حضوری خواهید دید، حضوری که اینجا اشاره کردیم بشون. خب من اگر صفحه رو به این فرمت اختیار کنم، درست دو تا این فرمت در نظر اگر بگیریم برای شکلمون، این اون بیزی هست که وسط در واقع در z مساوی با صفر اتفاق میفته، صفحه x y اتفاق میفته، تو صفحه x y هم x z هم ما دو تا حضوری داریم، بعد در صفحه مقابل هم دوباره شما حضوری این فرمی اینجا و پشت، در واقع مثل یک دوکتورنده که در نظر میگیرد، اینا همه شون در واقع هست. یه حضوری این فرمی داریم، یه فرمی هم روی در واقع جلو و پرسر ایشون داریم که شما در واقع در کل دوری این دار بیزی در واقع شاخه های حضور رو رست کنید به شکل یک پارچه، کسی هم میشه میگن حضور در یک حضور های حضور ریگونی یک پارچه بهش میگن، یه طور پیوسته از هم جدا شده نیست، مثلا این حضور ریگونی که ما داریم بهش میگن حضور ریگونی یک پارچه، حضور ریگونی یک پارچه. پس در دور که میزنید محور دور بیزی و وسط که در نظر گرفتی، هر دو طرف شما چی دارید؟ هر طرف شما حضوری دارید. این کامل که رسم کنید یه شکل این فرمت در نظر میگیریم که به عنوان مثالی از یک حضوری یک پارچه. پس اینا حضوری گونه های یک پارچه میشن، حضوری گونه های یک پارچه. مقاطر رو تا نگاه کنید، خمهای مبین شکل هایی که ما داریم در اطراف میکشیم همون سهمه هستن که اینجا اختیار کرد. اما از قسمت آخرین در واقع شکلی که بخواییم در نظر بگیریم، شکل این فرمی هستن، وقتی x2 بر a2 به اضافه y2 بر b2 علامت منهای 1 میگیره. تو قسمت هم ما یه مثال بزنیم و بعد همون شکلی که ما داده x2 بر 4 به اضافه y2 منهای y2 بر 4 z2 بر 4 مساوی با منهای 1. اینو لحاظ کنیم چه اتفاق ببین اینجا که z صفر بشه، اگه z صفر بشه یعنی x2 بر 4 به اضافه y2 شده منهای غیر ممکنه، درسته؟ چون مستقیم اگه من معادله رو که به عبارت جکار جرکوش انجام بدم، y2 میشه چند؟ میشه z2 بر 4 منهای 1. این هم باره مثبته، چون x2 بر 4 بذاریم y2 مثبت، z2 بر 4 منهای 1 مثبت باشن، z2 بتر مساوی 4 میشه. پس z2 بتر مساوی 4 اگه بخواید نگاه کنید، خب یعنی z یا بتر مساوی 2 یا z کشتر مساوی منهای 2. پس بنابراین من از z مساوی با 0 تا 2 مقادیر z ندارم، تا منهای 1 هم منهای 2 هم ندارم. پس من اگه شکل قبل رو پاک کنم، اگه شکل قبل رو پاک کنید و
راجعه به چیزی جدید بحث کنی؟ ما بازی محور سمونیم اختیار کنیم اینجا بذاریم زد مساوی با دو اینجا بذاریم زد مساوی با منهای دو پس ما توی این خط فاصله اصلا شکلی نخواهیم داشت برای شکل ما توی این نوار قرار نخواهد یعنی از طبقه اینجا صفحه x دیگه باشه از صفحه زد مساوی با منهای دو توی این بان ما اصلا شکلمون لحاظ نمیشه اما به سمت بالا که میخواید نگاه کنید شما که مقاط مقطع بزنید به این قسمت تمام مقاط بیزی هستش یعنی به جای زد را بدین به زد بدین مثلا به مقدار زد مقدار لاندا بدین منحنی تر از اون میشه x2 بر 4 به اضافه y2 مساوی با لاندا 2 4 رو نمیمید لاندا فقط یادمون باشه و ترموز مثلا 2 باشه مثلا اگه لاندا رو شما بدید چند؟ لاندا رو بدید دو چه اتفاق میفته؟ میشه x2 بر 4 به اضافه y2 میشه چند؟ میشه 0 چون لاندا 2 4 4 و 1 منهای 1 میشه 0 پس در زد مساوی رو چون یه نقطه داریم لاندا رو بدید چند؟ 3 کمتر نمیتونیم بدید دیگه میشه x2 4 به اضافه y2 مساوی از با 9 چهارم منهایی میشه 5 چهارم میشه یه بیزی به مرکز حالا تو صفحه Z مساوی چند 3 یه لبل بیان بارتر اینجا یه بیزی که اتفاق میفته به مرکز 0 و 0 و 3 و در واقع قطعهایی که اینجا لحاظ میکنیم یکی از قطعهاش بکنم بشه تقسیم کنیم میشه 16 پنجم و 4 پنجم حالا یه بیز اینجا اتفاق میفته همینجور که بالاتر میریم طولهای یه اقتار یا قطرهای این بیزی بزرگتر میشه به این صدر اگر نگاه کنید یه سنجه برای زدهای لانده های منفی هم میتونیم لانده منفی در نظر بگیم که در مساوی منهای دو هم میتونیم اختیار کنیم بین منهای دو دو نمیتونیم مثلا اگر لانده رو بینیم منهای دو دوباره میشه صفر دوباره اینجا میخواست مرکز اگر لانده رو بینیم مثلا منهای سه دوباره توی همین اتفاقی که بالا افتاد اینجا هم باز ما یه بیزی های خواهیم داشت توی Z مساوی با منهای 3 Z مساوی با منهای 2 Z مساوی با مثلا منهای 4 همین بیزی های دوباره وصل کنیم به هم یه چونی پاچ هم اینجا اتفاق میفته اینجا هم به همین صورت بیرون یه حدود دو پارچه هستن تا یه پا یک پارچه نیست دو تا قسمت داره بیرون میگن حدود های دو پارچه حلولیگون های دو پارچه این که سخت‌ترین قسمتش این هستش با همون رسم نقاط ذهنی هست که در ببخشید توی سهمیگون های در واقع حضولوی سهمیگون های حضولوی که عملا با نقطه ذهنی سرکار داریم و بسیار در واقع پیچیده میشه من یک صفحه خدمت شما نشون میدم در دوره از کتاب استیوارد اگه به اینترنت هم مراجعه کنید صفحه رو میتونید ببینید به طور کامل تمام قسمت های در واقع مقاطع مخروطی رو اگر دقت کنید توی این تصویر میتونید ببینید شما نگاه کنید اینجا در جدول شماره 1 رویه های درجه دوم رو تقسیم کرده به بیزیگون ها حضلولیگون در شکل مخروط سهمیگون در واقع بیزوی سهمیگون در واقع مخروط ها هستن که حالا اشاره میکنم اونم فکر کنم این قسمت هم توضیح ندادم حضولیگون در واقع یک پارچه حضولیگون دو پارچه و سهمیگون در واقع حضولیگون سهمیگون بیزیگون این رو حتما توجه کنید تصویر یک تصویر گویایی هست از اشکال رویه های درجه دوم توی فضا راجع به مخروط هم اگر ما اینم لحاظ کنیم دیگه تقسیم بندی ها در شکل استاندارد کامل میشه خب ما در شکل استاندارد برای شما
در اگه یادتون باشه قسمت اولش اینجور بود دیگه، AX2 به اضافه BY2 به اضافه CZ2 به اضافه D مساوی با صفر. درست دیگه نه؟ اگر A, B, C مثبت باشن D منفی باشه میشون بیزی کن. درسته؟ قسمت بعدی خب اگر قسمت بعدش رو مطالعه کردیم، اگر A و B مثبت باشن C منفی، دو مقدار برای دی میگیریم، دی مثبت دی منفی حضوریگون به شما میداد تک پارچ و یک پارچ و دو پارچه. درسته؟ اما یه حالت دیگه وجود داره، اونم به این صورته، مثلا دی صفر باشه بشه AX2 به اضافه BY2 مساوی CZ2، یعنی دی مثبت باشد، من اینجوری بزن بگیرم، دی صفر باشه و سی منفی باشه در شکل استاندارد اینجا. اگه دی با صفر باشه سی منفی باشه، بیدیم چیم در این طرف تقسیم کنیم. یه حالا اینجا من ذریبا رو عوض کنم به شما بگیرم کنم همون شارته. یه چیز فرمایی به وجود میاد، اگه توان زد یک بود میشد سهمیگون، همون سهمیگونی که قبلا ما هم مطالعه کردیم. چون توان زد دو اسم سیر توان زد دو هستش، شما اگه مقطع بگیری در حالت زد مثلا مثال بزنیم زد دو مساوی به ایکس دو به اضافه وای دو، این خیلی شبیه این بود که با هم رسم کردیم ایکس دو به اضافه وای دو. ببینید برید منحنی تراز رو هم مقایسه کنید، من اگر اینجا زد رو بدم کا، اگر دی از ایکس رو بدم صفر، به دست میرم زد مساوی با وای دو سهمیه. اگر وای رو بدم صفر، Z به دست میاد X2 اینم باز سهمیه. اما همین کار اینجا انجام بدیم، X رو بدیم صفر، Z2 میشه Y2، یعنی Z مساوی است با قدر مطلق Y به دو خط متقاطع. بازم به همین صورت Y رو بدیم صفر، Z2 مساوی X2 میشه، در چه میگیریم Z میشه قدر مطلق X. در رسم این شکل ببینید در کنارها درسته مقاطع در واقع نسبت به زد مساوی کا، منحنی های تراز نسبت به صفحه زد مساوی کا تو جفتشون یه شکلیه. متوجه هم میشه چی میگم؟ بگه من زد رو بدم مساوی با کا، زد رو مساوی با کا یه مقدار ثابت در نظر بگیرم، تو بخش اول میشه x2 به اضافه y2 مساوی با کا. اگر کار رو بدم چی؟ خب الف در دومش x2 به اضافه y2 مساوی با کا، تو بخش اول حتما کا باید مثبت باشه، تو بخش دوم کا آزاده، کا آزاده. بنابراین توی مقطع‌های عرضی که دارم میدم تو همون حلقه تراز زد مساوی با کا شکل‌ها دایره، اما در نهایت این طور اتفاق میفته که به این مخروط هم میگن، دارمش میگن چی؟ مخروط. ببینید شما برای زد مساوی با کا تو قسمت اینجا، اینجا برای زد مساوی با زد رو صفر بدیم میشه صفر و صفر، زد رو مثبت بدم دایره های این فرمی رو وجود میاد، زد رو منفی بدم دایره های پایین رو وجود میاد، یعنی چه مثبت چه منفی متقارن نسبت به صفحه زد مساوی با صفر. درسته؟ اما در مقطع‌ها دیگه شما صحنه ندارید، خط دارید، نگاه کنید اینجوری خط دارید و این دایره‌ها اینجوری مماس میشن به این خط‌ها. این مثلا همش میگیم همون مخروطی از قبلم آشنا هستیم باشون، در واقع مخروطی که دراز می‌کنیم. پس برای رسم این‌ها این شکل رو به عنوان مخروط در نظر بگیریم. پس اشکال ما شد دیزیگون یک، دو سهمیگون در دو قسمت، سه حضوریگون این هم در دو قسمت تک پارچ و یک پارچ و قسمت آخر مخروط. تمام فرودهای در دوم به این در دو چهار قسمت تقسیم میشن. این شده در جلسه بعد به طور کاملا فنی وارد در واقع فضل آرسه میشیم با معرفی توابع چند متغیره. موفق باشید.